مستند جمشید آریان، سرباز کوروش بزرگ، قسمت اول، چرا تاریخ دروغ و جهان بر علیه ایران است. تاریخ جهان را به دروغ به دو قطب شرق و غرب تقسیم کردند، در حالی که سرزمین پارسیان سالهاست توسط شرق و غرب اشغال شده است. چون پارسیان در مرکز کره زمین به تمدن و فلسفه‌ای 2563 سال پیش رسیدند که تمدن‌های وحشی شرق و غرب با حسادت و دشمنی غرب هاست به دنبال نابودی اون هستن. من با این بیانیه جهان را از نقطه حساس تاریخی تکامل انسان با آغاز دوران هخامنشیان به سه قطب تمدن پارس، تمدن‌های غرب و تمدن‌های شرق تقسیم می‌کنم و دیگر پارسی نگوید ما شرقی هستیم که پارسی هستیم. یک، تمدن پارس. اولین تمدن بشری که پارسیان در طول جغرافیایی مرکز کره زمین، مبدأ نیمروزان نخستین، دامنه کوههای زاگرس با اختراع حروف الفبا از 5000 سال پیش آغاز کرد و اولین منشور حقوق بشر در جهان توسط کوروش بزرگ با فلسفه عشق و انسانیت 2563 سال پیش 539 BCE منتشر میشه که به دنبال آن پارسیان خرد رو برای بکارگیری علم با نوآوری و اختراعات برای سعادت بشر استفاده کردند و توانستند علوم پایه و اولین انقلاب صنعتی پایدار رو با کمک همه چیزدانان، دانشمندان خود مانند هوشدانه، جاماس، آرتاخه در امپراتوری هخامنشیان شاه شاهان کوروش بزرگ آغاز کنند. دو، تمدن غرب. امپراتوری روم، جایی که ایده و تمدن غرب با فلسفه افلاطون تأثیرگذارترین شخصیت غرب از 2452 سال پیش آغاز شد. بعد نیست بدونید که افلاطون خیلی چیزها رو از هوشتانه همه چیزدان دانشمند ایرانی یاد گرفته بود، به جز فلسفه انسانی کوروش بزرگ. و اما تمدن شرق در آسیا و در بخشی توسط محمد پیامبر اسلام از 1454 سال پیش، یعنی اگه بخواد نگاه کنید بیشتر از 1000 سال بعد از اولین حقوق بشر جهان توسط کوروش بزرگ آغاز میشه، که علارغم دوگانگی، اختلاف عقیدتی و فرهنگی با تمدن غرب به دلیل فلسفه مشترک و ناتوانی در شکست بزرگترین امپراتوری جهان، تمدن پارسیان منجر به این میشه که پیمان مشترکی بین شرق و غرب حاصل میشه که هنوز پس از 1454 سال این پیمان ادامه داره. و اما پیمان و نقطه مشترک فلسفه غرب افلاطون و شرق محمد پیامبر اسلام چیست؟ فلسفه افلاطون در مورد آزادی و دروغ میگوید دموکراسی را حاکمیت مردم نادان تلقی می کند
و دروغ را فقط برای زمامدار روا می دارد. افلاطون در کتاب جمهوری می گوید برخی از دروغ ها برای مصلحت جامعه توجیه دارد. خیلی برای ما ایرانی ها باید این آشنا باشه. و اما فلسفه محمد پیامبر اسلام در مورد دروغ میگوید در سه جا دروغ نیکوست: میدان جنگ، وعده به زنان و اصلاح بین مردم. ریفرنس منبع وسایل شیعه جلد 12 صفحه 252 از منابع معتبر احادیث اسلام. و اما فلسفه پارسیان، کوروش بزرگ، در مورد دروغ چه میگوید؟ مرد پارسی دروغ نگوید حتی به هنگام مرد در جنگ. و داریوش بزرگ نیز آرزو میکند دروغ را از سرزمین و مردم من به دور نگهدار. ملت ایران، دروغ و فریبکاری، اختلاف عمیق فلسفه پارسیان با فلسفه مشترک غرب افلاطون و محمد پیامبر اسلام است. اما به همینجا تمام نمی شود. آنها در موارد دیگری هم نقاط مشترک دارند. فلسفه غرب افلاطون در مورد انسانیت، جنگ و رفتار با زنان این گونه می گوید. افلاطون و ارسطو معتقد بودند جنگ یک پدیده طبیعی است و در نهاد هر انسانی ریشه دارد. ارسطو میگوید هنر جنگ از نظر طبیعت به نوعی هنر به دست آوردن ثروت است. عجب فلسفی که دزدیدن را هنر میداند. در حقیقت در بازی با کلمات نهایتاً آنها تشویق می‌کنند برای به دست آوردن ثروت بجنگید، بکشید و بدزدید، کاری که الکساندر کوچک کرد. در حمله الکساندر با کمک اعراب و مزدوران دیگر کشورها در 336-323 قبل از میلاد BCE به امپراتوری پارس بسیاری از دختران و زنان تجاوز و کشته شدند. بزرگترین گنج جهان از تخت جمشید دزدیده شد و سپس تخت جمشید را به آتش کشیدند. حتی مورخین در مستند اخیر الکساندر به نام آفریننده خدا او را هم جنس بازی معرفی کردند که برخلاف ذات یک امپراتور مانند یک راه زن همسر داریوش سوم را گروگان به حمله می کند. پس ما باید بدانیم که چرا به اون می گویم الکساندر بزرگ. و اما ببینیم فلسفه محمد پیامبر اسلام در مورد انسانیت، جنگ و رفتار با زنان چه می گوید. در حملات اعراب وحشی که جنایاتشان بسیار پنهان شده از ملت ایران با همه این احوال، که این حملات اعراب وحشی با کمک غرب و مزدوران دیگر کشورها در 642 AD یعنی حدوداً اواسط قرن ششم رخ داد، به بسیاری از دختران نوجوان، برای اینکه متاسفانه دین اسلام از 9 سالگی در حقیقت بچه ها رو در حقیقت اونها به چشم سکس نگاه می کنن. به بسیاری از دختران نوجوان و زنان شوهردار تجاوز شد و حتی پیامبرشان تجاوز به زنان شوهردار را به عنوان بردگی توصیه می کنند. می تونید زن شوهردار رو در بعد از جنگ برده بکنید، یعنی خرید فروش هم میتونید بکنید، و دزدی اموال مردم را غنیمت جنگی میداند. اگر خوب دقت کنید ادبیات شرق و ادبیات غرب کمی متفاوت است، اما کردار و پندارشان یکیست.
و اما فلسفه پارسیان، کوروش بزرگ در مورد انسانیت، آزادی، جنگ و رفتار با زنان این چنین گفتند. نه تنها گفتند، نوشتند و عمل کردند. آدمی تنها در مقام خیش به منزلت خواهد رسید. گسستن زنجیرها آرزوی من است. رهایی بندگان و عزت بزرگان آرزوی من است. بگذارید هر کس با آیین خیش باشد. زنان را گرامی بدارید. حالا با دیدید در حمله الکساندر چطور زنان را گرامی داشتند؟ ما دیدیم در حمله اعراب چطور زنان را گرامی داشتند. ولی در اینجا کوروش بزرگ میگه که زنان را گرامی بدارید، فرودستان را دریابید و هر کس به تکلم قبیله خود سخن بگوید. شما میدونید که اعراب وحشی حمام خون راه انداختند، اجبار میکردن که زبان فارسی رو نمیتونید صحبت کنید و اگر فردوسی نبود زبان فارسی رو از ما گرفته بودند. همین حالا هم در زبان فارسی ما بسیاری کلمات عربی ریختند، در صورتی که کوروش بزرگ اینجا میگه هر کس به تکلم قبیله خود سخن بگوید. کوروش بزرگ در منشور پارسوماش به سربازان خونش این چنین میگه: دست به هیچ دامنی دراز نکنید، زنان و کودکان در پناه منند، پیران و پیبردگان در پناه منند، خاموشان و خستگان در پناه منند و ما برای آزادی مردم آمده ایم. تباهی و تیرگی از ما نیست، وحشت و شقاوت از ما نیست، تازیانه و تجاوز از ما نیست، عیز و غرامت از ما نیست. ما رسولان امان و آسودگی هستیم، ما آورندگان آزادی مردمان هستیم. تنها ترانه و شادمانی باشد همین و دیگر هیچ. ملت ایران آنچه با ما می کند به دلیل اندیشه ها، گفتار، کردار و پندار ماست. تمام. مشکل غرب و شرق با ما فلسفه انسانی ماست که در دوران هخامنشیان باعث شد تا ملت‌های زیادی از شرق غرب به امپراتوری پارسیان با حفظ استقلال و آزادی خودشان بپیوندن و در مواردی حتی از شاه شاهان برای آزادی کمک درخواست کنند. و این گونه شد ما بزرگترین امپراتوری جهان را در یک نظم نوین جهانی به وجود آوردیم که در آن همه سرزمین ها و ملت ها بتوانند به مرکز جهان، دروازه ملل، در تخت جمشید، دامنه کوههای زاگرس، در یک نظم نوین جهانی برای دوستی و سربرسیدن به خرد و تکامل انسانی دور هم جمع شد.